کردیم بی سر پناه دیده بود. خنده هایش، آرزوهایش همه. مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ غور نشست مشایره ای را زیر نام مقام شهید در اسلام با حضور داشت شاعران و نویسندگان این ولایت را اندازی کردند. شاعران در این نشست در مورد جایگاه و نقش شهدا در اسلام اشعارشان را سروده و از حملات اسرائیل بر مردم غزه و فلسطین انتقاد کردند. شاعران و فرهنگیان این ولایت از مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ این ولایت همچنان خواستند تا چنین برنامه‌هایی را در آینده نیز راه اندازی کنند تا آنان بتوانند پیام خود را از این طریق به جهانیان برسانند. شخصا طرفدار دانش و طرفدار شیرم. متاسفانه دنیای امروز دنیای شیر و دانش نیست، دنیای جنگ و دنیای خونخوار و فنگ است. برگزاری همچون محافلی در چنین برهه‌ای از زمان هرچند بیانگری حسی همدردی ما شما جهان بیرون است، همچنان واسه خدمات و زحمات شهدا و مجاهدین مبارزه که بودن زحمت کشیدن به پاس زحمات آنها برگزار میشه. موافق همچنانی باعث میشه که شعرا، جوانها، فرهنگی ها و نویسنده ها انرژی بیشتر بگیرن و بتوانن با آینده نزدیک از این دریچه، دریچه فرهنگ و دانش، دریچه نصر و شعر پیام خود برای جهانیان تبلیغ کنند. از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ برگزار شده و این جلسه را یک گام نیکولی میپندارم و به اینجا شعرا و نویسندگان و ادیبان گور دعوت شدند در ارتباط مقام شهید، در ارتباط مبارزات خستگی ناپذیر مردم فلسطین، در ارتباط وضعیت اسفبار غزه اشعار بسیار ناب و اشعار بسیار حماسی را سروده بودند و قابل قدر بود. ما از ریاست اطلاعات فرهنگ غور خواهشمند هستیم که همچون مجالس خود در آینده داشته باشند. واقعا یک مجلس بسیار پر رونق، یک مجلس بسیار با اهمیت و ارزش بود. با این حال مسئولان در ریاست اطلاعات فرهنگ غور میگویند که این محفل را به هدف رشد شاعران و جلب توجه آنان به خاطر مقام شهید را اندازی کردند که بخش عمده ای اشعار شاعران را حمایت از مردم فلسطین و شهدای غزه شکل میدهد. جاری محفل رشد شاعرا و جلب توجه شاعرا به خاطر مقام شهید در اسلام، محفل امروز ما به ریاست اطلاعات فرهنگ برگزار کردیم. محفل مشاعره شاعرا خوب شعرهای خوبی سرودند. همچنان در این اواخر برادران ما زیاد در غزه شهید شدند و در این بسم هم شعرها بسیار شعرهای خوب و زیبایی بیان کردند. مسئولان و اشتراک کننده های این نشست همچنان تاکید بر توقف کشتار مردم بیگانه غزه از سوی اسرائیل کردند. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.